بسم الله الرحمن الرحیم به آموزش روسازی راه از سری آموزش های فرادرس خوش اومدین بنده آرش رحیمی هستم و خیلی خوشحالم که با این دوره آموزشی در خدمت شما ایزان هستم توی این فصل با انواع مختلف روسازی بیشتر آشنا میشیم در صورتی که بخوایم با روسازی راه به صورت کلی آشنا بشیم میتونیم بگیم که روسازی راه یه سازهیه که روی آخرین لایه متراکم شده خاک و یا سنگ که به اصطلاح بستر روسازی نامیده میشه قرار میگیره ما کلا با ایجاد روسازی یه هدف رو دنبال میکنیم و اونم تحمل بارای وارده از چرخ خود رو توی شرایط مختلف جوی به منظور جلوگیری از ظهور هر گونه آسیب دیدگی و عبور و مور راحت، سریع، مطمئن و ایمن توی یه سطح هموار راهه. قبل از اینکه بخوایم روسازی رو با هم بررسی کنیم لازمه که بدونیم روسازی به صورت کلی از یک سری لایه ها تشکیل شده که اولین لایه اون بستر روسازیه بعد از اون ما لایه های زیر اساس، اساس و رویه رو داریم که تمامی زخامت و کیفیت این لایه های روسازی به نوع و درجه بندی راه مقاومت خاک بستر مقدار ترافیک عبوری، شرایط جوی و حتی مصالح در دسترس توی اون ناحیه‌ای که راه میخواد در اون ساخته بشه، بستگی داره. روسازیا از نظر نوع مصالح مصرفی توی قشر رویشون به سه دسته تقسیم بندی میشن که اولین دسته روسازی سخت و یا روسازی بتونیه توی این نوع روسازی همونطور که توی شکل سمت راست هم دیده میشه روی راهمون با بتون ساخته میشه. قشر روسازی سخت و یا بتونی ما توی شرایطی که خاک بستر روسازیمون از کیفیت مقاومتی مطلوب برخوردار باشه و حتی ترافیک ما سنگین و یا خیلی سنگین نباشه میتونه روی بستر و در غیر این صورت روی لایه های اساس و یا زیر اساس باید ساخته بشه. مزیتی که روسازی سخت یا بتونی داره اینه که مقاومت کششی و فشاریش زیاده و بار ترافیک رو بدون تغییر شکل زیاد صفحه بتونی توی سطح گسترده تری به خاکمون منتقل میکنه. نکته که وجود داره اینه که توی این روسازی دال بتونی ما به مرور تغییر شکل میده و زیر اون تنشای کششی ایجاد میشه در صورتی که این تنش کششی ما از مقاومت کششی بتونمون بیشتر باشه دال ما میشکنه و روسازی ما ترک میخوره نوع بعدی روسازی ما روسازی انتاف پذیر یا آسفالتیه و نکته مهمی که وجود داره اینه که همونطور که توی شکل سمت چپ هم دیده میشه این روسازی مقاومت برشی مناسبی داره ولی مقاومت کششیش کمه بارای وارد روی روسازی آسفالتی توی سطح نسبتا کوچیکتر و با گستردگی کمتر نسبت به روسازی بتونی به لایه های روسازیمون منتقل میشه و روسازی های تمام آسفالت ما عمر طولانی دارن و صرفا برای مناطق مرتوب با یخبندان زیاد میتونن کاربرد داشته باشن توی روسازی آسفالتی معمولا از سه لایه متمایز زیر اساس، اساس و آسفالت استفاده میشه و یه نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که مقاومت و کیفیت خاک بستر روسازیمون توی پایداری روسازی بتونیمون نقش تعیین کننده و مهمی داره. آخرین روسازیمون از منظر مصالح مصرفی روسازی مختلطه که این روسازی روسازی که از ترکیب دو نوع روسازی سخت و قابل انعطاف یا انتاف پذیر ساخته شده و نحوه اجراش هم به این صورته که به هنگام بهسازی و یا تقویت روسازی های سخت معمولا یه لایه روکش انطاف پذیر روی اونها اجرا میکنن و در واقع روسازی های مختلط و یا ترکیبی یه روسازی از لایه های مختلف غیر آسفالتی و آسفالتیه و توی شرایطی که هر کدوم از روسازی های سخت و یا انعطاف پذیر به تنهایی قابل استفاده نیست کاربرد داره برای مراحل طراحی اجرا کنترل کیفیت و نگهداری روسازیمون مقررات و آیننامه های بین المللی مختلفی وجود داره که مشهورترین و معتبرترین اونا به شرح استانداردهای ASTM که استانداردهای این مؤسسه سابقه بیشتر از یک قرن دارند و ویژه مساله و مواد مصرفی توی کلیه صنایع از جمله صنعت راهسازی استفاده از استانداردهای ASTM به عنوان یکی از مراجع اصلی برای مساله مصرفی توی روسازی راهها توی ایران سابقه بسیار طولانی داره دومین آینامه ما استانداردهای آشتوه که سابقه مؤسسه آشتو و آینامه فنی و آزمایشگاه کنترل کیفیت توی صنعت راهسازی به بیش از 90 سال میرسه. استفاده از استاندارده آشتو نه فقط توی روسازی بلکه توی طرح هندسی راهسازی هم بسیار مورد استفاده قرار میگیره. سومین آین نامه بین المللی ما استاندارد بی اسه که این استاندارد برای انگلستانه و آین نامه بعدی که باید باهاش آشنا بشیم انسیتو آسفالت که میارا و ضوابط این آینامه نامه برای تر اجرا نگهداری و بهسازی روسازی انتاف پذیره میارای آسفالتی انسیتو آسفالت میشه گفت که از اولی مقرراتی که توی مشخصات فنی عمومی راههای اصلی و آزاد راه های ایران به کار گرفته شدند. و نقطه قوت انسیده آسفالت نسبت به سایر آینامای بین المللی روستازی اینه که روش های طرح اختلاط آزمایشگاهی برای مخلوط آسفالت های گرم و سرد که در فصول آینده با اونها بیشتر آشنا و همچنین مشخصات فنی و مکانیکی این مخلوط ها یک سری مقررات رو وضع کرده در صورتی که توی سایر این استانداردها ها همچین مقرراتی رو نداریم و آخرین استاندارد ما استاندارد ACI که آینامه های این مؤسسه ویژه سازه ها ساختمون و روزسازی های بتونی برای مرحله طرح و اجرا تدوین شده و جالبه بدونین که سابقه عمل کرده مؤسسه ACI هم به حدود یک قرن میرسه به غیر از آین که با هم بررسی کردیم یه سری آین های طراحی سازه روسازی برای تعیین زخامت اجزا هم مورد استفاده قرار میگیره که اولین اون روش تجربی نشانه گروهه که این روش همونطور که از اسمش هم پیداست یه روش تجربیه و نمیتونیم به عنوان یه روش دقیق و اصولی برای طرح روسازی از اون استفاده کنیم این روش توی سال 1945 بر مبنای نشانه گروه خاک که حاصل یه رابطه تجربی توی طبقه بندی خاک بود ارائه شد. روش بعدی CBR که از جمله رایش چنین روش های تره روسازیه. توی این روش عوامل مؤثر توی ترافیک تر شامل محورهای با وزن و نوع متفاوت و همچنین شرایط جوی منطقمون در نظر گرفته نشده و به همین دلیل استفاده از روش سی بی آر برای طراحی روسازی دیگه توصیه نمیشه. روش بعدی NCSA که روش مؤسسه ملی مصالح سنگی شگسته است که روش NCSA هم بر اساس روش CBR تهیه شده و یه اصل مهم داره و اونم تعین زخامت کافی برای جلوگیری از تغییر شکل های برشی مکرر توی هر لایه روسازیه. روش بعدی ما روش شله که توی سال 1966 توسط کمپانی نفتی شل ارائه شد که توی این روش روسازی ما روسازیمون رو به صورت یک سیستم چند لایه الاستیک در نظر میگیریم و یه سری متغیرها مثل دمای محیط و خصوصیات مکانیکی مساله و مواد رو توی طرح روسازیمون به کار میگیریم و آخرین آین نامه روش BCEOM که طی سالای 1354 تا 56 مؤسسه دولتی BCEOM فرانسه توی زمینه راهسازی و راهداری ایران تحقیقاتی را برای وزارت راه و ترابری انجام داد استفاده از مقررات میارا و ضوابط فنی روسازی توی ایران از سالای میانی دهه 1330 تا 1340 آغاز شده بود که طراحی و نظارت روی پروژه های راهسازی برای نخستین بار توی اون سالا به مشاورین خارجی واگذار شده بود که این موارد به صورت کلی در قالب ابلاغی های فنی که مشترکن بین وزارت راه و ترابری و سازمان برنامه بودجه تهیه شده. مورد بعدی نشریات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که میارای مساله مصرفی توی زیرسازی و روسازی را و حتی آزمایش کنترل کیفی اونا در حین اجرای عملیات روسازی در قالب مشخصات فنی عمومی راه ها که عمدتا با استفاده از استاندارد آشتو، ESTM، BS و انسیتو آسفالت تهیه شده بودند، مورد استفاده قرار گرفت که این نشریات شامل مشخصات فنی عمومی راه اصلی، مشخصات فنی عمومی راه های فرعی درجه یک و دو و همچنین مشخصات فنی عمومی راهه. و آخرین آینامه روسازی ایران آینامه های تره روسازیه که در قالب یه سری آینامه و نشریات مورد استفاده قرار میگیره. یکی از آینامه های کنترل کیفیت مساله و همچنین ساخت آسفالت استانداردهای آشتوه که این استانداردا با یک سری کودگذاری و همچنین عنوان شناخته میشن. نکته بسیار مهمی که برای استفاده از استانداردهای آشتو وجود داره اینه که حتما باید قبل از استفاده از این استانداردها استاتوس یا به اصطلاح وضعیت اونها رو کنترل کنیم تا مطمئن بشیم که اولا استانداردی که میخوایم از اون استفاده کنیم منقضی نشده باشه ثانیا آخرین ویرایش این استاندارد رو استفاده کنیم که برای این منظور کافیه که براحتی عبارت استاتوس آف اشت و متریالز استانداردز تست رو داخل موتورهای جستجو سرچ کنیم به منظور نمونه برداری از مساله سنگی و همچنین آشنایی با ضوابط و مقررات نمونه برداری از استاندارد تی دو استفاده می کنیم و در صورتی که بخوایم از مساله پرکننده معدنی و یا فیلرها برای مخلوط آسفالت گرم استفاده کنیم و مطمئن بشیم که دونه بندی اون دونه بندی مناسبی هست از استاندارد تی سی و هفته آشتو استفاده می کنیم برای انجام آزمایش هیدرومتری استاندارد تی 88 وجود داره و مشخصات فیلرها توی استاندارد ام ده و همچنین ذریب نرمی مساله ریزدونه توی استاندارد M6 منتشر شده ارزش ماسه مساله ریزدونه و سند اکویبلن تست توی استاندارد T176 و همچنین آینامه نامه سایش مساله با روش لس آنجلس توی استاندار T96 آشتو و دو استاندارد بعدی یعنی T104 مخصوص سنجش مقامت مساله سنگی در مقابل عوامل جوی و T85 و تی 84 برای تعیین وزن مخصوص و جذب آب مساله سنگی دورش دونه و ریز دونه استفاده میشه آینامه های دیگه ای که مرتبط با کنترل کیفیت مساله و ساخت آسفالت هستن دو استاندارد T100 و T133 با عنوان وزن مخصوص فیلر استاندارد T47 برای نمونه برداری از قیر استاندارد MD226 مشخصات قیرای ویسکوزیته و آزمایش های مربوطه برای کنترل کیفیت قیرها رو ارائه داده و به منظور آشنایی با ضوابط نمونه برداری از مخلوط آسفالتیمون از استاندارد T168 استفاده میکنیم برای تسلط به طرح مخلوطهای آسفالتی به روش مارشال از استاندارد ASTM D1559 استفاده میکنیم و همچنین تعیین درصد قیر و دونه بندی آسفالت توی استاندارد T164 ارائه شده چهار استاندارد باقی مونده یعنی تی 195 مخصوص آزمایش تعیین درصد پوشش قیری دانه های درشته و استاندارد بعدی یعنی تی 166 وزن مخصوص مخلوط آسفالتی کوبیده شده را ارائه میده در صورتی که بخوایم با ضوابط و مشخصات کارخونه آسفالت آشنا بشیم میتونیم از استاندارد M156 استفاده کنیم و برای تسلط روی مباحث بازرسی و نظارت کارخونه آسفالت استاندارد تی 176 مجموعه استانداردهای آش ارائه شده. پس به عنوان یکی از الزامات قبل از استفاده از تمامی این استانداردها با جستجوی عنوانشون باید مطمئن بشیم که آخرین ویرایش اونها را استفاده میکنیم و بعضا هم ممکنه چند تا از این استانداردها با همدیگه تلفیق بشن و یه استاندارد با شماره جدید ایجاد بشه که تمامی اونا با جستجوی عبارت استاتوس این عناوین قابل دسترسه. توی این بخش با انواع روسازی و مزایا و معایب اونا بیشتر آشنا میشیم. به صورت کلی روسازی یه روش برای احیا و آماده سازی سطح جاده هاست و هدفی که دنبال میکنه هموار کردن سطح جاده و افزایش عمر مفید اونه. روسازی آسفالتی که جزو روسازی های انتاف پذیره شامل استفاده از مخلوطی از آسفالت و سنگدونای خورد شده است و از ویژگی های روسازی آسفالتی میتونیم بگیم که روسازی آسفالتی مقاومت برشی مناسبی داره ولی مقاومت کششیش کمه که باعث میشه در مقابل بارهای وارده ترک بخوره همونطور که قبلا هم بهش اشاره کردیم به عنوان یه نکته مهم توی روسازی آسفالتی اینه که هنگام عبور وسایل نقلیه انتقال بارمون توی این روسازی توی سطح کوچیکتر با گستردگی کمتریه و این باعث میشه که ما از لایه های دیگه بجز آسفالت برای انتقال بار وسایل نقلیه به بستر روسازیمون استفاده کنیم. که بسته به مقاومت و مشخصات بستر ما پایداری روسازی ما تحت تاثیر مستقیم قرار میگیره و معمولا توی روسازی آسفالتی ما حداقل از سلای آسفالت اساس و زیر اساس استفاده می کنیم. یکی از انواع دیگه روسازی آسفالتی که داریم روسازی تمام آسفالتیه که لایه های آسفالت ما روی بستر تقویت شده یا بستر روسازی قرار میگیره و توی این نوع روسازی مصالح اساس و زیر کاربردی نداره و صرفا برای مناطق مرتوب یا یخبندان زیاد میتونه مورد استفاده قرار بگیره از مزایای استفاده از روسازی آسفالتی میتونیم به همجنس بودن قیر و آسفالت اشاره کنیم همجنس بودن مساله از اهمیت زیادی برخورداره چون که اگر از مساله با جنس مختلف توی روسازیمون استفاده بشه هنگام تحمل بارهای وارده که بر اساس سختی و میزان تنش وارده بارها رو تحمل میکنن این مساله با جنس متفاوت با همدیگه عمل کرده یک پارچه نخواهند داشت و عملا نمیتونیم از مزیت استفاده همزمان این دو بهره مند بشیم مزیت مهم بعدی انعطاف و شکل وزیری در زیر عبور چرخه که این مورد همزمان باعث میشه که لاستیک های ما با سطح روسازیمون استهلاک کمتری داشته باشن و چرخش و حرکت لاستیک ها روی آسفالتمون به راحتی انجام بشه و تجمیع این دو مزیت نهایتا باعث آسایش راننده و سرنشینان وسیله نقلیه ماست در مقابل تمام مزایای آسفالت از یک سری معایب هم نمیشه چشم کرد یکی از مهمترین نکات اینه که قیر توی سرما شکننده است و این باعث میشه که توی یک سری از مناطق خاص هزینه تعمیر و نگهداری روسازی ما بیشتر بشه و یا حتی لایه روی یا روسازی آسفالتی ما هم عمل کرده مورد انتظارمون رو نداشته باشه مورد بعدی اینه که آسفالت به صورت ذاتی ضربه پذیریش کمه و سایش اون با مصالح عبوری از لایه روسازیمون زیاده که این باعث میشه که هزینه نگهداری آسفالت ما زیاد باشه و همچنین توی تحمل کشش و فشار بار ترافیکی مقاومت مکانیکی کمی داشته باشه و به عنوان آخرین عیب آسفالت اینه که در صورتی که ما تغییر مکانی توی زیرسازیمون داشته باشیم لایه روسازی آسفالتی ما توی تحمل کشش ناشی از اون جا به جایی مقاومت مکانیکی کمی داره و همین باعث میشه که بسیاری از خرابی هایی که توی فصول بعدی با هم بررسی میکنیم توی مدت زمان کمتری توی روسازی آسفالتی ما ایجاد بشه پس ممکنه که ما به این نتیجه برسیم که بر اساس هزینه تمام شده آسفالت توی یک سری از مناطق استفاده از روسازی آسفالتی مغروم به صرفه نیست و ما باید به دنبال استفاده از یک سری از طرحهای جایگزین دیگه برای مثال روسازی بتونی باشیم. اگرچه هنگام استفاده از روسازی بتونی ضریب مقاومت خاک بستر ما توی محاسبه توان باربری بتون رویمون تأثیر چندانی نداره اما در صورتی که کیفیت خاک بستر ما مطلوب باشه ترافیک عبوری از سطح راهسازی ما سنگین یا غیر سنگین نباشه روسازی بتونی ما میتونه بدون استفاده از لایه اساس و زیر اساس مستقیما روی بستر روسازی ساخته بشه و در غیر این صورت حتما و حتما باید بتون ما روی لایه اساس و همچنین زیر اساس قرار بگیره تا انتقال بار ترافیکمون به خاک بسترمون توی سطح گسترده تری انجام بشه. به عنوان یکی دیگه از ویژگی های روسازی بتونی میتونیم به مقاومت کششی و فشاری زیاد اون اشاره کنیم که روسازی بتونی میتونه به صورت مسلح هم اجرا بشه. یعنی ما همچنین میتونیم از آرماتور و یا میلگرد توی این روسازی استفاده کنیم و ما برای محاسبه توان بارپذیری رویمون باید حتما این نکته رو مد نظر قرار بدیم که عامل تعیین کننده این توان بارپذیری مقاومت و کیفیت قشر بتونیه که به صورت مستقیم تحت تأثیر روش اجرای روسازی بتونی ماست یعنی ما با تقویت بسته روسازیمون نمیتونیم توان بارپذیری رویه رو به مقدار زیادی افزایش بدیم پس کنترل کیفیت اجرای قشر بتونی ما از اهمیت بالایی برخورداره گفتیم که تغییرات مقاومتی خاک بستر روسازیمون نقش کمتری داره اما در صورتی که تنش های کششی توی قسمت بستر روسازی ما ایجاد بشه و این تنش کششی از مقاومت کششی رویه ما بیشتر باشه روسازی بتونی ما به راحتی ترک میخوره از انواع روسازی بتونی میتونیم به روسازی یک سره بتون مسلح و یا به اختصار CRCP اشاره کنیم که این روسازی Continuously Reinforced Concrete Pavement این روسازی یه روش پیشرفته است که به روسازی ما استحکام و دوام بیشتری میده و میلگرد های فولادی ما به صورت پیوسته و شبکه عمود بر هم درون بتونمون قرار میگیره که باعث میشه که روسازی ما حجم بسیار بالاتری از تنش رو جذب کنن و بار ترافیکی که تحت بارای بسیار سنگین قرار داره رو تحمل کنن همچنین استفاده از میلگرد توی این روسازی باعث میشه که تحمل عواملی نظیر دما و رطوبت توی اونا کاهش پیدا کنه و ترک و یا یک سری صدمات توی سازه ما کمتر اتفاق بیفته نوع بعدی روسازی روسازی غیر مسلح درزار یا JPCP Jointed Plain Concrete Pavement این روسازی یه سه درس ها برای کنترل ترک خوردگی و همچنین انبساط ناشی از تغییرات دما و بارای ترافیکی داره و یه روش رایج برای بزرگراه ها جاده ها و ساخت زیر حمل و نقلیه و به عنوان یه مزیت دیگه وجود درس ها توی این نوع روسازی باعث میشه که در صورتی که یک بخش ترک بخوره ترک به صورت سراسری توی کل روسازیمون گسترش پیدا نکنه و همچنین امکان مدیریت بهتر این ترک ها هم فراهم بشه که این هم باعث میشه که طول عمر و دوام روسازی بتونی ما افزایش پیدا کنه برای آشنایی بیشتر با روزسازی غیر مسلح درزدار مقطع سبودی اون رو مشاهده می کنی که گفتیم که توی این روسازی روزسازی ما لایه اساس و سابگرید رو داریم و توی محل درس ها هم یک سری اتصالاتی رو تعبیه می کنیم که اتصال بین قطعات این روسازی روزسازی باید هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی باشه یعنی درسته که یک سری درس هایی رو توی این روزسازی داریم ولی این باعث نمیشه که قطعات روسازیمون به صورت مجزا از هم عمل کنند. انواع دیگه از روسازی بتونیمون روسازی بتون قلتکی و یا RCC رولر کامپکتت کانکریت که این روسازی یه روسازی با اسلامپ نزدیک به صفر که با ارتعاش قلتک ها محکم و سفت میشه و یکی از مهمترین مزایاش اجرای سریعتر لایه های نوع دیگه از روسازی روسازی درزدار بتون مسلح یا JRCP Jointed Reinforced Concrete Pavement که این روسازی هم مثل JPCP پی با این تفاوت که خود مقاطع روسازی مونم آرماتورهای های طولی و عرضی داره استفاده از رویه بتونی یه سری مزایا و معایبی داره که به عنوان یکی از مهمترین مزایا میتونیم به مقاومت بیشتر بین سنگ ها اشاره کنیم چون که ما توی روسازیمون داریم از بتون و ترکیب سنگ دونه استفاده میکنیم باعث میشه که مخلوط سیمانیمون بین حفره های موجود بین سنگ ها قرار بگیرن و به عنوان یه نوع فیلر هم عمل کنند و ما از مزیت مقاومت بالای بتون توی این روسازی های بتونیمون استفاده کنیم. یه نکته مهم بعدی یه سطح سخت با دوام و رنگ روشنه که مقابل سایدگی مقاومه و رنگ روشنتر رویه بتونی باعث میشه که نور خورشید به راحتی از اون منعکس نشه و خود این مورد یه رابطه مستقیمی با ایمنی وسایل نقلیه عبوری از رویه بتونی و راه ما داره برخلاف رویه های انتاف آسفالتی رویه بتونی مقابل حلال ها مقاومت بیشتری داره چون که ما توی این روسازی از قیر استفاده نمی کنیم و به عنوان مزیت بعدی اینه که لایه های روسازی ما کاهش پیدا میکنه یعنی بسته به نوع طرح میتونیم رویه بتونیمون رو روی خاک بستر اجرا کنیم و خود این کاهش لایه ها هم توی زمان و هم توی هزینه باعث صرفه جویی میشه به عنوان یکی از مهمترین مزیت های دیگه میتونی به هزینه تعمیر و نگه پایینتر پایین تر رویه بتونی اشاره کنیم خواص و ذات بتون به صورتی که موقع اجرا نیاز به کیورینگ و یا مراقبت و نگهداری زیادی داره اما بعدش هزینه های تعمیر و نگه داشته اونا نسبت به روزسازی های انتاف پذیر بسیار کمتره. البته این به معنی اینکه کلا هزینه تعمیر و نگه داشتی نداشته باشه نیست بلکه با شناسایی به موقع خرابی ها و ترمیم اونا میتونیم عمر مفید رویه های بتونیمون رو افزایش بدیم و آخرین مورد چسبندگی خوب با زیرسازیه. که این چسبندگی به خودی خود باعث میشه که تمام لایه های روسازی ما با هم به صورت یک بارچه عمل کنند. در مقابل مزایایی که گفتیم رویه های بتونی یک سری معایبی رو هم دارن و اولین و مهمترین اون بحث هزینه است که هزینه اولیه ساخت روسازی های بتونی ما نسبت به رویای های بیشتر و ممکنه که کارفرماهای کمتری سمت استفاده از رویه بتونی برن چون که به حال محدودیت بودجه عامل تاثیرگذاری روی توسعه ساخت و حتی مرمت راه هاست برخلاف رویه های انتاف پذیر که معایب و حتی ترک ها توی اونها رو میتونستیم با لکه گیرهای های و غیر ترمیم کنیم ولی توی رویه های بتونی ممکنه که ترک ها به صورتی باشه که عملیات ترمیم بیشتری رو به طلبه. برای مثال ممکنه که نیاز باشه توی ترک از مساله منبست شونده استفاده کنیم و با توجه به زمانی که بعد از اجرای عملیات ترمیم برای سخت شدن موادی که استفاده می کنیم داره مدت زمان این تعمیرات نسبت به روسازی های انتاف پذیر بیشتره. رویه بتونی به ماشینالات جدیدتر و پیشرفته تری نیاز داره چون که تکنولوژی ساخت اون جدیدتره و برای اطمینان از رسیدن به اون کیفیت و مقاومت طراحی اولیمون استفاده از این ماشینالات اجتناب ناپذیره و خود این موردم یکی از مواردیه که باعث افزایش هزینه اولیه ساخت میشه گفتیم که توی بعضی از رویه های بتونی از یه سری درس ها استفاده می کنیم. اگرچه استفاده از این درس ها های نظیر جلوگیری از گسترش ترک توی سطح روسازی داره اما ایجاد یه سری درس به صورت طولی یا عرضی توی روی بتونیمون خودش یه سری محل های از پیش تعریف شده و مستعد خرابی بیشتر ایجاد میکنه. نوع بعدی روسازی ما روسازی مختلطه و ترکیب این لایه ها میتونه به صورت استفاده از لایه های غیر آسفالتی، لایه آسفالتی و لایه بتونی انجام بشه. یعنی ممکنه که یه سطح بستر زیر اساس اساس و آسفالت داشته باشیم و به این نتیجه برسیم که روی اون یه لایه روسازی بتونی ایجاد کنیم و یا حتی تعمیر و مرمت لایه روسازی بتونیمونو با یه روکش آسفالتی انجام بدیم. تو این قسمت تکنولوژی ساخت آسفالت گرم توی یک کارخونه رو با هم بررسی میکنیم. به صورت کلی ساختار به این صورته که کارخونه از یک سری قسمت ها تشکیل شده و اولین بخش اون سیلوی مساله سرده که یه مکان برای ذخیره سنگدونه ها مثل شن و ماسه است و ساختارش بهتره که به صورتی باشه که چهار نوع مساله رو بتونه در خودش ذخیره کنه. این مساله توی گام بعدی با استفاده از نوار نقاله به سمت خوش کن هدایت میشن. یکی از مهمترین بخش های کارخونه آسفالت گرم درام درایر و یا خوشکنه که یه مخزن به شکل استوانه است و به کمک یه سری مشعلا حرارت بسیار بالایی رو به درون این مخزن هدایت میکنه و کاربردش بعضا به این صورته که کار مخلوط کردن این مصالحمون رو هم انجام میده توی گام بعدی مصالحمون به کمک یک سری بالابر به سمت برج آسفالت میره و توی گام بعدی سرند و یا اسکرین ما با استفاده از لرزش و سیستم ویبراتوری شنوماسمون رو توی چهار مرحله جدا سازی میکنه یعنی عملا دونه بندی مصالحمون توی این قسمت انجام میشه و بعد از اون مصالحمون بر اساس طرح اختلاط و وزنشون به مخلوط کن منتقل میشن و نهایتا توی گام بعدی با ترکیب مصالحمون آسفالت ما ساخته میشه یه قسمت مهم دیگه ای که داریم ساختار گرم کن به این صورته که داخل اون یه سری لوله ها تعبیه شده که از درون این لوله ها یه سری روغن داغ وارد مخازن میشه غیر و زب و روان میکنه و برای انتقال به میکسر آمادهش میکنه و قبل از بارگیری سیلوی زخیره رو داریم که معمولا توی کارخونه آسفالت دو نوع سیلوی ذخیره وجود داره یه سیلو مخصوص ذخیره مصالح گرم و سیلوی بعدی محل ذخیره آسفالت و مصالحمون تا زمانی که یه کامیون برای بارگیریشون بیاد اونجا ذخیره میشن یکی دیگه از تکنولوژی های ساختی که باید با هم بررسی کنیم بحث ساخت بتون روی است که ساختار اون هم به این صورته که توی گام اول مصالح ماسه و سنگ مورد نیاز در یک محل دپو میشه و توسط نوار نقاله و طرح اختلاط مورد نظر توی یک محل با همدیگه ترکیب میشه از قسمت بعدی آب مورد نیاز برای تامین بتون داخل یه حوزچه ریخته میشه و بعد از جدا سازی املاح و فیلتراسیون به درون مخزن بعدی هدایت میشه. همچنین ما توی این بخشم دپوی سیمان رو داریم که کار اختلاط مصالح رو انجام میده و بعد از اطمینان از مخلوط شدن تمامی مصالح با هم و تشکیل بتونمون داخل میکسر ریخته میشه. یه نکته مهمی که وجود داره اینه که توی ساخت بتنای رویه ممکنه که از افزودنی های بتون مثل روان کننده یا فوق روان کننده ها هم بخوایم استفاده کنیم و یا حتی بخوایم که دمای بتون که داخل میکسر هست رو کاهش بدیم و بسته به طرح اختلاط هنگام ورود بتون به داخل میکسر موادی که نام بردیم به بتون ما افزوده میشن در صورتی که بخوایم به صورت کلی با روش اجرای آسفالت روی آشنا بشیم پنج گام مهم رو با هم بررسی می کنیم. توی گام اول سطح معبر ما باید آماده سازی بشه. آماده سازی سطح معبر به معنی اینه که لایه های بستر، لایه زیر اساس و اساس ما باید وجود داشته باشه و این لایه ها با استفاده از قلتک، به تراکم مورد نیازمون رسیده باشن. توی مرحله دوم اندود نفوذی و سطحی پرایم کد و تک کد روی سطح لایه اساسمون قرار میگیره و وظیفه این لایه چسبندگی بین لایه آسفالت و لایه های پایین خودشه. توی گام سوم آسفالت رو با استفاده از فینیشر یا گریدر روی سطح روسازیمون پخش میکنیم و با استفاده از قلتک های فولادی و یا لاستیکی آسفالتمون رو میکوبیم تا تراکم مورد نظر و زخامت مورد نیازمون ایجاد بشه در نهایت تراکممون رو با استفاده از یک سری ابزارها کنترل میکنیم و بعد از گذشت زمان مشخص روی آسفالتی ما قابلیت استفاده و عبور وسایل نقلیه رو داره برای اجرای بتون رویم مثل مواردی که برای آسفالت روی با هم بررسی کردیم آماده سازی سطح معبر رو داریم توی گام بعدی قالب های بتونی رو باید ثابت کنیم چون که ممکنه اسلام به بتونی که میخوایم استفاده کنیم صفر یا نزدیک به سفر نباشه توی گام بعدی بتون ریزی رو داریم که یا با استفاده از میکسر و یا با استفاده از کامیون انجام میشه و در صورتی که نیاز به استفاده از ماشینالات و ابزار خاصی باشه این امر توی این مرحله انجام میشه و همزمان با بتون ریزیمون با گرفتن یک سری نمونه ها مقاومت بتون رو کنترل میکنیم و در نهایت بعد از کیورینگ و گیرش نهایی بتون درس های افقی و عمودی در صورت نیاز رو روی سطح راه ایجاد میکنیم به عنوان یه نکته مهم باید به این امر اشاره بشه که این درس ها با یک سری مواد الاستیک و چسبنده پر میشن چون در صورتی که توی محلهایی که بارندگی و برف زیادی وجود داره این درس ها پر نشن و لایه بستر و یا سایر لایه هامونم مواد روسی یا مشابه با پتانسیل انبساط داشته باشه آبی که توسط بارش و یا آب شدن یخها و برف روی سطح روسازیمون به لایه های زیر منتقل میشه باعث میشه که لایه های زیر منبسط بشن و بتون رویه ما به ترک بخوره به پایان این فصل از آموزش روسازی راه از سری آموزش های فردرس رسیدیم منابعی که توی این فصل یعنی آشنایی با انواع روسازی از اون استفاده شد آینامه روسازی راه های ایران نشریه شماره 234